سلام و وقت شما بخیر به خبرهای ساعت 6 هزار آورد با ملاله رحمانی و همکارم فریده فانوس خوش آمدید. سرخط خبرها: بازداشت 5 نفر به اتهام روابط خارج از ازدواج در قندهار توسط طالبان. روسیه به یک بازرگان افغان نشانه افتخار داد. دو هفته پس از تحقیق طالبان تایید کردند که بر اثر شلیک مرزبانان ایرانی 36 مهاجر افغان کشته و زخمی شده است. معلم مدرسه طالبانی در کابل خواهان جهاد در فلسطین شد. مقام ایرانی میگوید مهاجران افغان غیر مجاز در تهران شرایط بحرانی ایجاد کردند. و CNN میگوید که ایران پاسخ قاطع و دردناکی به اسرائیل خواهد داد. مشروع خبرها: وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرد که محتسبان این وزارت 5 نفر را به شمول یک زن در ولسوالی دند ولایت قندهار بازداشت کرده است. این وزارت روز پنجشنبه گفت که این افراد به اتهام روابط خارج از ازدواج و ترویج فساد اخلاقی بازداشت شده است. وزارت امر به معروف طالبان روز پنجشنبه 10 عقرب گزارش داد که پرونده‌های افراد بازداشت شده پس از تحقیقات به نهادهای عدلی و قضایی واگذار شده است. این وزارت پیش از این در 8 عقرب از بازداشت 7 نفر به اتهام فساد اخلاقی در کابل خبر داده بود. قانون امر به معروف طالبان اختیارات گسترده‌ای به وزارت امر به معروف این گروه داده که محتسبان آن حق بازداشت افراد را نیز دارند. وزیر خارجه روسیه بنادرشاه جمعه خان رئیس شورای مرکز تجارت افغانستان نشان افتخار اهدا کرد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که این نشان بر اساس فرمان شماره 892 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در هفته اکتبر صادر شده عطا شده است. وزارت خارجه روسیه در تلگرام نوشت که این نشان به پاس نقش جمعه خان در تقویت دوستی و همکاری میان مردم روسیه و افغانستان به او داده شده است. وزارت خارجه روسیه در خبرنامه خود اعلام کرده که وزیر خارجه این کشور روز چهارشنبه 9 عقرب این نشان را به محمد نادرشاه جمعه خان اهدا کرد. وزیر خارجه روسیه پیشتر در ماه جوزای 1398 نشان دوستی را نیز به محمد نادرشاه اهدا کرده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های روسیه، محمد نادرشاه جمعه خان مدیر شرکت الکوزای در روسیه در سازماندهی نخستین نشست بین الافغانی میان طالبان و رهبران سیاسی افغانستان در سال 2019 نقش داشت. به دنبال نشر گزارش ها از کشته و زخمی شدن شماری از مهاجران افغانستان در تیراندازی مرزبانان ایرانی، وزارت داخلی طالبان این رویداد را تایید کرده و گفته تاکنون 2 کشته و 34 زخمی بر اثر تیراندازی و انفجار در مرز ایران و افغانستان به کشور منتقل شده است. ملا حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان تایید کرد که یافته های هیئت موظفشان در پیوند به جان باختن و زخمی شدن شماری از شهروندان افغانستان در مرز ایران و پاکستان نشان می‌دهد که در دره کلگان خاک ایران بالای تعدادی از این افراد شلیک و انفجار صورت گرفته است. او امروز پنجشنبه 10 عقرب این سخنان را در حساب اکسش نوشته است. معاون سخنگوی طالبان می‌گوید که شمار دیگر این مهاجران هنوز هم در ایران و پاکستان قرار دارند که هیئت برای دریافت و انتقال آنان مشغول می‌باشد. آقای فطرت در ادامه مطلب نوشته که تا هنوز تحقیقات کامل رویداد تکمیل گردیده است و کار هیئت در این خصوص جریان دارد و بعداً جزئیات بررسی شده منتشر خواهد شد.
پس از ایجاد هزاران مدرسه دخترانه در افغانستان، منابع به آماج نیوز میگویند که مریم یکی از معلمان مدرسه در کابل خواهان پیوستن به جهاد در فلسطین شده است. قابل یادآوری است که پروژه ایجاد مدرسه های دخترانه از پول کمک های جهان تمویل می شود و مسئولیت مدیریت آن به دوش چند زن افغان غرب نشین است. اینا را بسازیم، بر عقیده جهاد اینا را تربیت بکنیم. خنسا رضی الله تعالی عنها چه خوب بچه های خود تربیت کرده بود، چه خوب توصیه میکرد. زمانی که در غزوه رفتن با پیامبر ما، بچه های خود گفت بچه هایم در صف اول قرار میگیرین. آیا اسما به یادتان است رضی الله تعالی عنها که وقت عبدالله ابن زبیر به جهاد میرفت، دید که سپر پوشیده، چی میکنی؟ بکش در راه خدا میری. زمانی که بچه شهید شاخ دید، گفت من شه سوار به می روز شیر داده بودم. اما تو مادران این امت نیاز دارد. بر عقیده جهاد باید ما شما تربیت کنیم. استاندار تهران میگوید مهاجران افغان غیر مجاز در این استان شرایط بحرانی ایجاد کردند و چالش زا هستند. محمد صادق معتمدیان در نشستی با مقامهای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواهان ایجاد یک بانک اطلاعاتی هوشمند برای ثبت اطلاعات مهاجران افغان شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم او گفته است با ایجاد یک بانک اطلاعاتی هوشمند و دقیق می توانیم از سکونتگاه ها، اشتغال و پراکندگی آنان اطلاع داشته باشیم. در این گزارشی که روز چهارشنبه 9 عقرب منتشر شده آمده است که استاندار تهران تایید کرده است که برای شناسای مهاجران افغان فاقد مدارک اقامتی، حمایت و پشتیبانی همه جانبه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ناجا حتمی است. رسانه‌های خارجی گزارش دادند که احتمالاً جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل پاسخ می‌دهد. CNN روز چهارشنبه 3 اکتبر به نقل از یک منبع ارشد خود گزارش داده است که این حمله ممکن پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود. بر اساس گزارش، تهران در حال آماده شدن به یک حمله تمام عیار بر اسرائیل است. تلاوی پیش از حمله هوایی بر ایران خاطر نشان کرده بود که ممکن تهران پاسخ دهد. این در حالی است که واشنگتن برای مقابله و دفع حملات احتمالی جمهوری اسلامی بر خاک اسرائیل، سامانه دفاع موشک‌های بالستیک یا تات را در اسرائیل مستقر کرده است. تلاوی در یک اقدام تلافی جویانه بامداد شنبه گذشته با دست کم 140 جنگنده به خاک ایران حمله کرد. ارتش اسرائیل ساعتی پس از آن اعلام کرد که این حمله در سه موج و با هدفگیری تأسیسات نظامی ایران موفق آمیز پایان یافت. تهران تا کنون به گونه رسمی آمار تلفات و خسارات احتمالی ناشی از حملات هوایی ارتش اسرائیل بر ایران را منتشر نکرده است.